و سبت هر کنیم از سخنان این رو به اتفاقی مفروضات
باور ها چون مستقیم می کنیم به چطور می مسئول باشه بنیادی می کنیم ایمانگیرایان می کنیم ما اعتقادات دینی رو عنوان اعتقادات بنیادی ما متعلق می کنیم اعتقادات بنیادی که پشتانه و مبنای سایر باور می کنند در واقع همین اعتقادات هستند که ما عنوان اعتقادات دینی از اینها یاد می کنیم ایمانگیراها می دن که در واقع اگر فردی بیاد و اعتقادات دینی خودش رو با پاره ای از باورهای عقلانی و معیارهای منطقی و عقلانی مورد ارزیابی قرار بده کاری کاملا ریلیتیو کرده و در نهایت پایبند به معیارهای عقلانی و منطقی باقی مونده تا پایبند به معیارهای دینی یعنی در واقع به جای اینکه خدا رو بپرسته گویی عقل و منطق رو مورد پرستش قرار بده ایمانگرایی رو به دو شاخه مهم و یکی تقسیم میکنند یکی ایمانگرایی معتدل هست ایمانگرایی رادیکال چهره شاخص اون طبقه اول یعنی ایمانگرایی معتدل که تو به تشکیلات مفتشی بود اینشتاین به از اینجا رو 889 سن اواخر قرن بوده ها تا 1850 مشغول کار کردن و چهره شاخص دور دوم یعنی ایمانگرایی رادیکال سوئن کیرکگور در مورد اعتبارش رو در این اوایل قرن دار و در شکل مقتدر ایمانگرایی حد اکثر جایی که میشه اینه که ایمان بی‌نیاز از فرده و ایمان به معیارهای عقلانیت در واقع به معیارهای ارزیابی عقلانی تن نمیده اما توی ایمانگرایی رادیکال از این حد فراتر میان یعنی از حد این ادعا که ایمان تن به داوری عقلانی میده فراتر میرن و میگن اساسا ایمان ضد عقلانیه یعنی در ذات ایمان نوعی تناقض درونی نوعی پارادوکسیکالیتی نوعی ضدیت با عقل مندرج و مزمر هست شما اگه با معیارهای عقل دوراندیش و عقل محاسبه‌گر به ایمان دینی نظر بکنید ایمان دینی رو اصلا احمقانه خواهید یافت ایمانگرایان رادیکال معتقد هستند که اگر شما بخواید با معیارهای عقل روزمره عقل محاسبه‌گر دوراندیش به سراغ ایمان برید با پدیده غیرعقلانی نه فقط غیرعقلانی بلکه ضد عقلانی مواجه خواهید شد اما این نقیصه ایمان نیست نقیصه مهم ایمان است پس هر دو گروه یعنی چه ایمانگرایی معتدل چه ایمانگرایی رادیکال از این حیث که عقل منبع نامعتبری در ارزیابی اعتقادات دینی ارزیابی حقیقت و حقایق دینی نیابن مشترک هست بنابراین بریم سراغ این ورژن رادیکال و راستی ایمانگرایی که به لحاظ تاریخی هم زودتر از ایمانگرایی معتدل شکل گرفته و همونطور که عرض کردم چهره شاخصش این مفکر دانمارکی سورن کیرکگور هست خیلی مفکر شاخص و خاصی وقت نداره که خیلی درباره کیرکگور صحبت بکنیم فقط همه اسمان دارن که یه مفکر بسیار برجسته و با نگاههای نوباسا شاید مثلا حدود چه بیده سال بیشتر زندگی نکرد اما حجم نوشته هایی که از خودش بیشتر زندگی و حجم و دوی دوی و نوعی جنون نوشتن برن در اتاق پارا جنونی سکوده که به نقاط قدم میزده دوری میشه و افکارش رو بلند بلند بیان میزده و می نوشته و دائما می نوشته که همینه مخاطر شده 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 شده
دارهای ذهنی در واقع در عرصه ایمان دینی نامحدود هستند، بیهوده و ناکارآمد هستند. سه تا دلیل قابل توجهم سه دلیل رو با هم بررسی کنیم. استدلال اینی هم استدلالی هست که شما وقتی که این استدلال پیش روی کسی که عقل و انسان و تخصص دارید به نتیجه شما استدلال که گردن میده تکیگور میخواد بگم که چرا استدلال های این متکی به عقلانی هست در واقع در مقام زندگی دینی و ایمانی کارآمد میشه. سه دلیلی که اتفاق میفته تأیید تقدیم
حالا که تو ما داره میگه که شما میخواید زندگی دینی بکنید، شما که فرد مؤمن هستید، افراد مؤمن دارن زندگی در زندگی دینی دارن چیکار میکنن؟ دارن تمام زندگیشون یه جور خاصی سامان میدن به دین گفته و ممکنه یه جایی مجلس هم جان خودشون میخواید اتحاد در فرها و اقسام جرم های دینی و جهان های ممکنه اینا مجلس هم جان خودشون این حضیب کنید چیز خودشون میخواید. حالا شما خواهید بر اساس استدلال حرکت بکنید، آیا استدلال ها این شایستگی رو دارن که شما رو به این نتیجه برسونن که اعتقاد دینی صد درصد درستن؟ شما میگید خدا وجود داره، یک جهان آخرتی هم هست، من دارم در راه خدا از جان خودم میذارم که دستاوردهای من بتره در جهان آخرت بشه. خب شما دارید بازی بازی میشید که توش باید جون خودتون رو بذارید. حالا این شما میگید که شما یه دلایلی برای این کارها می‌کنید، بخواید این مسیر رو، مسیر ایثار جانتون در راه دین رو از طریق استدلال پیدا کنید، یعنی به یه جایی برسید که باور صد درصد به صرف اعتقادات خودتون دارید، ممکنه که شروع بکنه به نفس اعتقادات شما و نشون دادن اشتباهات و اختلالاتی که در استدلال شما وجود داره. اون وقت اگر اون فرد موفق بشه که اختلالاتی رو در استدلال شما اصلاح نشه بده، حتی اگر دلایلش خیلی قوی نباشه، شما رو به تعریف نمی‌گذارید. یعنی شما حتی یه درصد هم احتمال بدید که خدا وجود نداره و جهان آخرت وجود نداره، حالا دست و پاتون شل نمیشه که جون خودتون رو در راه چیزی بذارید که نمی‌دونید به طرف چه خبره. به طور خلاصه بگیم در این تخمین تثبت ممکن که استدلال علمی تقلامی تاریخی حتی اکثر شما رو یه تخمین یه ارزیابی تخمینی میسونه، امکان خطا رو منتفی نمی کنه در اعتقادات شما، اما شما از این طرف با یه تعهد تمام عیار بسته بنابراین یه فاصله وجود داره، امراض شفافی وجود داره که شما اگه بخواید فقط به پای استدلال مسیر بگیری کنید نمیدارد شما بکنید، شما با استدلال رو با استدلال بگیده بکنید که به احتمال زیاد خدا بگیرید، اما میدونید که دلایل اثبات وجود خدا همیشه در طول تاریخ مورد نقد قرار گرفته و اخیراً هم نقد خاطر شدید تبدیل شما با استدلال ها ممکن هر درصد رو به این هم خانم کنید که احتمال داره خدا وجود داشته، اما با احتمال داره خدا وجود داشته باشه پس چه زندگی خوشی قرار کنید؟ این نشون میده که در راه تعهد تمام عیار بودن و زندگی قرار کردن انگار یه چیز دیگه داره عمل میکنه فرد رو از این دره این جهان انگار داره یه جهشی صورت میگیره که فرد از شواهد و قرارمدادها فراتر است. پس این استدلال تخمین رو خلاصه بشه من روی زمین صافی دارم باقیم احتمالش خودم رو همیشه هست اما نمیدونم
اما لبه یکی برد این کار نمیدونم چون اگه این کار اتفاق برای من اون جاری بسید من دونم عدد ولی این جگه دونم عدد میدونم دستان دیگه 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 بنابراین ما همیشه امکان خطا رو احتساب میکنیم گاهی اوقات از این امکان خطا چشم پیشه میکنیم چون نتیجه خیلی وقتی در ما بزار میده و جایی که خطا کردن خیلی در ما دیگه وقتی این برای ما باطره اونجا میکشون گوش نمیکنیم حتی اگر احتمال خطا خیلی هم نمیکنیم بنابراین اندرش بودن احتمال خطا مطابق مشی عقلانی و استدلال عقلی فقط اونجا قابل پیش میشه که عواقب وقتی از ورود خطا به بار نیاد ولی اگر احتمال وقوع خطا خیلی اندک و وقوع خطا که نسازی خیلی وقتی میاد شما دیگه اگه بخواد عقلانی رفتار بکنی احتمال وقوع خطا رو ناتونه میشه یه جایی هست ارزیخی احتمال وقوع خطا مثل همه جاهای دیگه خود برای چشم پوشی از امکان خطا چشم پوشی می کنیم بدون امکان خطا دو دلیل می شود
امکان خطا بسیار اندک باشه. دوباره خطر چشم نبوشیدن امکان خطا بیشتر از خطر چشم بیشتر از امکان خطا. در واقع در پاسخ به دلیل اول معتقدان بخواهد. به این شکلی پنجی هم بکنم که بخواهد.
دلیل دوم دلیل تعویض است. Thank you.
پایبند میمونم، حتی اگه شما منشون بدیم که غلطه، من مقدم که درسته. دیگر که حتی خوده اگه بخواد سازگاری درونی هم داشته باشه کلی سیستممون، باید توجه داشته باشیم که خود اخلاق دیدیم، خود آموزه های دیدیم، همیشه نوعی پذیرا بودن، آمادگی برای رشد، آمادگی برای پذیرش حقیقت رو تبلیغ کردن به دینداران و غیردینداران، آمادگی برای تحول، آمادگی برای رشد، مستلزم پذیرش سخنان صحیح دیگران، سخنان احتمالا صحیح دیگران. بنابراین اگر یعنی به نظر میرسه که شما اگه بگید که ایمان یعنی التزام کامل به یه عقیده تحت هر شرایطی، یه نوعی از دوگماتیسم و انجماد و عدم پویایی رو در ایمان مندرج کردید. شما میگید هر چی تو بگی من به اعتقاد خودم پایبندم. ایمان یعنی ایمان یعنی پایبندی به اعتقاد تحت هر شرایط و با هر استعدادی ما مواجه میشیم. خب این به نظر نمیاد که نوعی سکون و ثبات و جزمیت رو تجربه کردن به ایمان و این چیزی نیست که در واقع خواسته دین هم باشه. بنابراین ما باید یه تلقی از ایمان پیدا بکنیم و یه رابطه بین ایمان و عقل طراحی بکنیم که درش پویایی، دینامیسم و دگرگونی و حقیقت‌جویی هم مندرج شده باشه. حقیقت‌جویی هم یکی از تمایلات دلوقتی‌های عمیق ماست در کنار دلوقتی ما به ایمان اگه فرقی دار باشه. بنابراین باید یه کاری بکنیم این توازن رو رعایت بکنیم. اینطور ایمان رو یکسره خالی از سویه‌های عقلانی کردن و بهش تسلط و تجذب بخشیدن در واقع با آموزه‌های اخلاقی خودمون هم که باید موضوع نمیشه. دلیل بعدی در واقع دلیل شورمندیه یا تش مازی. دلیلی داره قانونی که ما ادب استفاده نکنیم چون اینا موضوعش رو پیدیدیدی و ایمانگی را بزن.
باید اینکه این در یه نتیجه رو مبرهن اون نتیجه اینه که نمیشه ایمان معتل در یه اما آیا قدش به اینجا میرسه که یعنی زورش به اینجا میرسه که ما بگرد نه رو باید ترکیز کرده رو بگیریم منطقه اینجا زورش به اینجا نمیرسه زور این دلیل به اینجا نمیرسه سلام اون وقت در مورد این دلیل و در مورد کل الان فکریه که کنیم عدیده که کم بندی کنیم بریم زورش به کجا میرسه اون باید دلیل رو کنم به اینجا داره دلیل میدیم اون را کنم یک چیز کلی ممکنه بدون دلیل به اظهار نظر یه در واقع اظهار نظر بکنه یه رو به ما منتقل بکنه ولی اینجا که دو داره دلیل میدیم ما باشیم استدلال که دو که استدلال فالا ناپذیر ایمان رو نمیشه بکنه یه فکر درسته اما آیا این بیمن سر رو بزنید کنار میدونی چه دیده اسلامی هم بودی شما هم بیارد این قدش به اونجا نمیشه زورش به اونجا نمیشه به اینجا فرض نمیشه یو چه کسی رو بله یعنی میگی که این ادله رو منتقدانه قرائت بکنی میشه این کار رو کرد منطور ما همی داریم در واقع کار هرمنوتیکی در واقع بکنی داریم کرکیکو رو تفسیر میکنیم میخوام کرکیکو رو مردوشی کرکیکو رو مردوشی کام ایار از ما میخواد و چون من میخوام به عقل پای بنده اونا تو چه نمیتونم این دوام تمام رو بسنم کاملا بسنم یعنی از مقدم یکی از مقدمات کرکیکو میتونی نتایج الهادی هم بگیریم ولی اون خودش نتایج مؤمنانه داره میگه میگه که آخه ببینید زمانی که فیگور اونم باید در نظر بگیریم ببینید در چه شرایطی که فیگور داره این مثال نظر میکنه در اصل یه که به عقل فلسفی علمی مدرن به صحنه اومده و همه چیز رو تابع خودش درسته این عقل مدرن بعد از عصر روشنگری اینقدر دیگه جسور شده که داره درباره وثاقت متن مقدس درباره اینکه آیا اصلا این متن از عیسی صادر شده یا نه بحث در مورد اینکه این امت اصلا میتونه میگه که این مثلا راویان مختلف داره اینطوری که در یه زمان واحد شکل گرفته میشه اگه واقعا در یه زمان واحد شکل نگرفته راویان مختلف داره نسبت به اون سخنان که عیسی گفته چیه اصلا شخصیت تاریخی عیسی شخصیت تاریخی یا یه اسطوره است یعنی عقل دیگه خیلی جسور شده فکر میکنه داره به این عقل جسور در واقع واکنش نشون میده و میگه که سوال انقدر خودتو دراز کردی از گلیم خودت که میگه دیگه این اصلا کاملا من که مثلا این اصلا تو اصلا دورت به این جهان نمیرسه برو سر جای خودت حتی اصلا یعنی داره خود در مرد کنه ولی من با شما موافقم این شما میتونیم بگیم که اینجوری استدلال کنیم استدلال های اقلانی هیچ وقت به نهایت بنابراین ما هیچ وقت نمیتونیم به هیچ عقیده التزام نهایی داشته باشیم یعنی ما هیچ عقیده رو نمیتونیم صرف به قرص پاش بیستیم بگیم که ما به این تحت هر شرایطی متقیم چون استدلال ها به نفسی نیستن چون علیه هر استدلالی که استدلال دیگه ما میتونیم و چون اینجوری من به هیچ عقیده التزام کامل نمیسپرم و چون عقاید دینی از من التزام کامل میخوام من اصلا نمیتونم با همون عقاید مقدمات که کتبور چیده به این اکیه رسیم که خودش نرسیده میشه ولی در اومان این داری کتبور رو تفسیر میکنیم بریم رو داریم که کتبور از این مقدمات در راه رسیدن به اون نتایج دینی در واقع خب پس ما دلیل تفسیر رو گفتیم احتمال یه سخن بالا داره هر چی احتمال
صادق بودن یه اعتقاد بالا بره ایمان آوردن بهش دشوار. مضمون منکر و منکری که در سخن هرچی احتمال عقلانی بودن علمی بودن و صادق بودن یه اعتقاد بالا بره احتمال ایمان آوردن بهش بالا بره. این احتمال بتواند جای بدون ایمان شود این یه رابطه بین احتمال صفت اعتقادات و ایمان رابطه تباین و ناسازگاری این احتمال بتواند جای بدون ایمان شود و بسته ایست که باید با آن با تمام اتفاق با آن مقابله کرد. شما یه موقع ممکنه که این بسته در جانتون رو شوف بکنید که من فقط وقتی ایمان می‌ورزم احتمال صفت اون چیزی که موجود ایمان من خیلی بالا بره. میگه که تدوار این اصلا به همچین چیزی اعتقاد بردن ضد ایمان این یک کار عقلانیه. این مثل معرفت به وجود میزه. شما اگه میز رو به این لمس کنید به میز بکنید برس کنید و غیره میگه میز وجود کنید احتمال اشتباه کرده باشه خیلی کنید ولی این یه اعتقاد یه باور نه ایمانی به وجود نیست. ما تعبیر ایمان رو در این نمیگیم من مؤمنم که میز وجود دارم من معتقدم که میز وجود دارم چون دلایلی دارم داره ولی کجا ما از ایمان صحبت میکنیم موقعی که امکان خاص کردیم موقعی که امکان خطا بیشتر حالا هرچی احتمال بیشتر بیاد پایین یعنی هرچی اعتقاد شما نامحتمل تر میشه شما تو فرضی که بود هرچی اعتقاد شما ناعقلانی تر میشه هرچی اعتقاد شما ضد شواهد و قرائن باشه امکان ایمان آوردن شما میره بالا. درسته؟ اینجوری میشه دیگه که اعتقاد یعنی باور بر اساس قرائن و شواهد هرچی قرائن و شواهد قوی تر باشن شما بیشتر معتقد میشید. حالا هرچی قرائن و شواهد کمتر باشن اعتقاد آوردن به اون باوری که قرائن و شواهد اندکی داله و هستن کار غیر عقلانیه اما کار مؤمنانه. شما دارین یه جای خالی قرائن رو با ایمان رو خودتون پر میکنید. بنابراین اینجا نوعی ضدیت با عقل یا در ایمان خودش رو مندرج میکنه و با بحث درباره شورمنجی در واقع این استدلال رو تشمیل میکنم که به این طرفی که عرض میکنم یکی این که میگه که مقدمه اولش اینه که ارزشمندترین ویژگی این و ایمان شور بی حد و حصر و شور بی حد و حصر مقدمه دارم مقتضی نامحتمل بودن اینه. پس به این ایمان با شور ببردیم لازمه که موضوع ایمان تو نامحتمل باشه.
چون هر چی محتمل تر باشه، هر چی معقول تر باشه، هر چی قرائن دهش بیشتر باشه، موضوع اعتقاد تر باشه نمیشه. حالا این وقت که گرنی ها در مورد برای در واقع توضیح این نکته و تصدیق این نکته شورمندی، چرا شورمند بودن با نامحتمل بودن مرتبطه، دوباره سه تا دلیل دیگه امامه. از این دلاله رو هیچ کدوم از این دلاله رو به این گروه سراحت در آسان بسیار نمیشه بود. یه مرزمه یه در همه پیچیدی از سال نداره این کار رو بعدا مرتبطی و مفصلی و شارعی نمیشه. پس به این سه دلیل رو تحقیم در خود بودن. اینه برای توضیح چرا شورمندی یا دلیل شورمندی نامحتمل بودن خلاصه یه حرف چکگور اینه که هرچی امری نامحتمل‌تر باشه در راه اون امر رفتن پر مخاطره تره، درسته؟ و هرچی اقدام مخاطره آمیزتر باشه اقدام بهش به شور و حرارت بیشتری نیاز داره. ببینید پس هرچی امری نامحتمل‌تر باشه اقدام کردن در راه اون هم قدم گذاشتن پر مخاطره تره. وقتی شما میخواید به این مقصد برسی، اگه کاملا مقصد مشخص باشه، وسایل رسیدن به اون مقصد مشخص باشه، ساعت رفت آمد همه چیز، مثلا خواهی پرواز کنی به یک شهر بلیط بگیرید، ساعت پرواز مشخص مسیر رفت آمد، همه چی روشن، ابهامی که وجود نداره. سفر شما از تهران به اصفهان با هواپیما اون وقت با خطر بسیار ازش روبرو، چون همه چی روشن و محتمل و تعریفی را مشخص داره. اما شما اگه بخواد به یه نقطه نامشخص به یه نقطه سطحش رو هم نمیدید، پای پیاده یه راه پرپیچ و خم رو پیدا کنید، این راه پرپیچ و خم و نامحتمل محتمل رو پیدا کردن در واقع خیلی پرمخاطره. و شما اینجا یک این مسیر پرمخاطره رو فقط با یه شور میتونید در واقع با یه احساسات عمیق بگیرید. اون کسی که به خداوند ایمان می‌ورزه، هر چی خدا نامحتمل در باشه احتمال وجودی کمتر باشه، هر چی احتمال صدق عقایدی کمتر باشه، کاری که داره می‌کنه پرمخاطره تر، یعنی زندگی دینیش پرمخاطره تر. هر چی خدا نامحتمل باشه نامحتمل تر باشه زندگی مؤمنانه و دینی پرمخاطره تر میشه، چون شما ممکنه جونتون رو در یه راهی بذارید که کاملا بی‌نتیجه باشه. ممکن اصلا خدا وجود نداشته باشه، احتمال وجود خدا احتمال وجود آخرت بسیار انکرده باشه. وقتی مسیر پر مخاطره است، اون وقت شما به شور بیشتری احتیاج دارید، به شوق بیشتری احتیاج دارید تا به اون هدف اون مسیر در واقع نزدیکتر بشید. یعنی من یکی دوتا عبارت باز خود چکیگور رو بکنم برای دوستان. میگه که سعادت ابدی خیلی است که فقط با به خطر انداختن همه چیز، مطلقا همه چیز حاصل میشود. یعنی در واقع زندگی دینی یعنی همین دیگه، که شما یه توصیه های خاصی میکنید، میگه که شما از این مسیر باید حرکت کنید تا به سعادت ابدی برسید. از کدوم مسیر باید حرکت کنید؟ کم بخورید، کم بفروشید، قناعت بکنید، از امیال خودتون، از امیال قدیمی خودتون چشمپوشی بکنید، از خودتون مهار بکنید، تا یه جا ممکن مجبورشید گرفته بشید، از ثروت خودتون چشمپوشی بکنید، از بایی خودتون چشمپوشی بکنید، از بقرارهای خودتون چشمپوشی بکنید، امیال و قرارهای خودتون. یعنی هی باید چی کار بکنید؟ به خطر بکنید، هی باید به خطر بکنید، هی باید به خطر بکنید و کاملا باید به خطر بکنید و همه چی رو به خطر بکنید تا به سعادت اولی نارید. یه نکته دیگه که میگه یه عبارت دیگه ازش میگه وقتی بزن نه چیه؟ اسمش چیه؟ برانت بله حالا که میدونی شکل خیلی افرادیش این میشه که شما اصلا معتقد باشین خدا وجود نداره و زندگی مؤمنانه بکنید. این کتاب آشو کنیم این دنهای حابی و چند داستان میگرد این داستان در اون هست خیلی داستان جذابی قدیس مانوئل این کار شهید میگرد اونجا قدیس مانوئل کشیشی که در یه روستایی داره کشیشی میکنه و خودش اعتقادی رو دیگه خدا و آخرت اینا نداره، منتها چون تبلیغ
ایمان دید و اتیام دهنده زرده های آدم ها میدونه کاملا زندگی دینی میدونه. شما وقتی از دیگه نگاه میکنید قبل نظر از باور این فرد داره زندگی دینی پرشور ایثارگرانی تو هم با خدا شده، یعنی همه چیز رو داره فدا میکنه، همه چیز زندگی رو جنبایی میکنه، از ثروت و شهرت و میل و میله چشموشی میکنه، کاملا داره هزینه های زندگی دینی رو میپردازه، ولی بابت چیزی که هیچ اعتقادی بهش نداره. دستاوردی که میتونه داشته باشه این هزینه های که طرف دلش رو خوش بکنه که بعدا خدا من رو بهش میبره که ولی میگه نه خدایی اصلا بهش، اما هزینه هاشون داره. این دیگه اوج احتمال رو به صفر رسونه، احتمال صفر اعتقاد رو به صفر رسونه. خیلی داستانی درس میگل اونامونو اسم بله اسم کتاب از حابیل و چند داستان دیگه میگل اونامونو ترجمه های خورنشوی انشا کرد میکنم که بازار باشه. اون داستان هم از اسمش تکیس مانوی میگه کارشن بکی کنم فیلمی هم ازش ساخته شده. چرا ما داریم در روش بحث میکنیم؟ چرا شورمندی نیازمند نامحتمل بودن و نامحبول بودن راجع به این داریم بحث میکنیم؟ یکی از در از کتابی بوری داره همین بحث حضوم خطر کردن. بذارید من یه مثال دیگه تو مثال بزنم شاید این مثال که بگرم زنم بعد کنید که یکی کسی که شما دوستش داریم دو تا کلیهش رو از دست میدید به هر دارید و نیازمند این که شما یکی از کلیهاتون رو بهش اهدا بکنید تا بتونه به زندگی پیش بره. در کدوم یکی از این دو حالتی که من میگم فرد عشق بیشتری نسبت به اون کسی دارش کنه. یه حالت شما کلیت رو به فرد بدونید، اون فرد که کلیه شما رو میگیره 50% احتمال داره یه شرایطی شما کلیت رو بدید و 5% احتمال داشته باشه که شما بیشتری زندگی کنید. در کدوم یکی از این دو حالت شما بیشتر خطر کردید و در کدوم یکی از این دو حالت شما بیشتر شور از کنید؟ درسته در مورد دوم خطر خیلی بیشتره. یه موقع شما دارید کلیت رو میگید به اون کسی که دوستش دارید و احتمال 50% اون کسی که دوستش دارید زنده میمونه. یعنی شما یک کسی رو که محبوب شما دارید به دستی دارید به نگه دارید احتمال 50%، خطرش هم دادن یک کلیه. ولی یه موقع شما کلیت رو میگید و 5% فقط احتمال میمونه، اینجا دارید بیشتر خطر میکنید. ولی این خطر کردن بیشتر اتفاقا نشون دهنده شور و شوق و عشق و علاقه بیشتر شما. یه مثال میگم بزنم، یه موقع شما مثلا در کنار دوستتون دارید حرکت میکنید با کسی که محبوب شماست و اون میاد به رودخانه، یه رودخانه خروشان خیلی طوفان. یه موقع هست که این فرد شروع میکنه به داد و فریاد کردن و شما میتونید در آب نجاتش بدید. یه موقع هست که یه کمی طول میکشه و دیگه این فرد مثلا همینطوری رهاست میاد. در حالت اول شما هنوز میدونید که طرف زنده است، داره داد و فریاد میکنه و شما صدا میکنید. بنابراین وقتی میپرید به آب که او نجات میدید، البته دارید با دیمون خودتون قمار میکنید، اما احتمالی که هر دینا زندگی رو میدید کماکان بیشتره نسبت به حالتی که طرف دیگه اصلا سرسگاهی نیست. بنابراین کاملا محتمل مرده باشه، یعنی ممکن این فرد کاملا مرده باشه و شما جان خودتون رو به خطر بیندازید. خطری که در این حالت دوم قابلیه بیشتره، اما همین خطر بیشتر حکایت از شور و علاقه بیشتر. پس در واقع این حرف قابل قبوله دیگه، هرچی شما بیشتر خطر بکنید یه محکی خوب به دست دارید که بیشتر شور و شوق و علاقه دارید. چه موقعی شما بیشتر خطر میکنید؟ موقعی که با یه امر نامحبوبتر مواجه باشید. هرچی احتمال وجود خدا بیشتر باشه مثل احتمال زندگی من اون محبوب باشه، هرچی احتمال وجود خدا بیشتر باشه خطر کردن شما در راه خدا کمتره دیگه. یعنی اگه 99% احتمال وجود خدا وجود داشته شما تونستن بگید که قمار خوب کردید، درسته؟ دونتون دادید ایش در ازش مامل به احتمال 99% خیلی چیز بگه سایی رو دستی کنید، یه خیلی بهتری دستی یه ریسک خوبه. اما یه درصد احتمال داشته خدا وجود داشته باشید، اگر شما یه درصد احتمال داشته باشید خدا وجود داشته باشید، شما کماکان در راهش خطر بکنید، بارها شور و عشق بیشتری از خودتون میشون دارید نسبت به اینکه 99% احتمال که خدا وجود داشته باشید و خطر بکنید، درسته؟ بنابراین خطر کردن، میزان خطر کردن فرد، میزان ریسکی که فرد میپذیره در راه احتمال داده خودش یه معیار خیلی خوب برای میزان شور و شوقش. اونطور نکته که کتیبور یه کمی ظاهرا فراتر از اینه، کتیبور فقط اینو نمیگه که میزان خطری که شما میکنید نشانه خوب برای میزان شور و شوق شما، بلکه میگه اصلا
خطر کردن با شور و شوق رابطه دوسویه داره. هرچی شما بیشتر خطر بکنید، بیشتر شور از خودتون نشون بدید و بیشتر صاحب شور میشید. یعنی فقط این نیست که خطر کردن یه نشانه باشه، خودش یه اقدام شور آفرینه. میبینید اون کتگوری رو میگه به ما میگه ریسک بکنید. این ریسک مؤمنانه شما رو در یه وضعیت وجودی و روانی پرشور و عاشقانه و مؤمنانه قرار میده و هرچی خدا نامحتمل تر باشه، هرچی احتمال صدق اعتقاد دیگه پایین تر باشه، شور ایمانی و عاشقانی بیشتری در شما ایجاد میشه. منتقدا میگم ما اون اولیش میتونیم همراهی بکنیم، یعنی همینطور که عقل عرفی کامان سنس هم به ما نشون میده هرچی فرد بیشتر خطر میکنه، خطر کردن حکایتگر از شوربندیشه. اما اینکه هرچی خطر بالاتر باشه شور بیشتری هم در فرد ایجاد میشه، میگم که دلیلی نداره داره برد. حالا من فکر میکنه در روان میتونه با این منتقدی همراهی بکنه. هر چی بیشتر خطر بکنید حکایت از عشق بیشتر شما داره. اما این به این معنی نیست که شما عشق نسبت به چیزی نداشته باشید با خطر کردن ممکن عاشقش بشید، ممکن شور نسبت به چیزی داشته باشید. این بحث دومی که الان ظاهرا مدعی کسبور و معلوم نیست که چقدر بشه در واقع دربارش با کسبور همراه کرد. نکته دومی که کسبور میگه، پس نکته اول خطر کردن، نکته دوم بها و هزینه. تو نکته اول که تو چی میگفت؟ میگفتش که هرچی شما خطر بیشتر، هرچی امری نامحتمل تر باشه شما خطر بیشتری میکنه و این حکایت بیشتر از شور شما میکنه. یه رابطه به این ترتیب از به واسطه خطر بین شور و نامحتمل بودن برقرار کرد. ما هم دنبال همین بودیم که دلیل شورمندی یه رابطه تو مقدم دوم یه رابطه بین شورمندی و خطر کردن برقرار کرد و نامحتمل بودن برقرار کرد و خطر این رابطه رو برقرار کرد. حالا بهام همین کار میکنه. کتگور میگه که هر چی عقیده نامحتمل تر باشه شما هزینه بیشتری دارید میپردازید و هر چی فرد هزینه بیشتری میپردازه در واقع از خودش باز شور بیشتری نشون میده. یعنی در واقع هر چی عقیده نامحتمل تر باشه شما اضطراب بیشتری در اون مسیر عقیده پایبندی به عقیده خودتون باید تحمل بکنید. اگر شما دارید درباره میز سفید صحبت میکنید احتمال اینکه اعتقاد این غلط باشه بسیار هم بگه و شما هیچ وقت با صحبت کردن در باره وجود مستقی دچار اضطراب نمیشید. اما با اعتقاد به خداوند میتونی اضطراب عمیق همیشه شما رو در خودش فرو ببره. آیا این کاری که من دارم میکنم درسته؟ آیا خدا وجود داره واقعا؟ من دارم در اینراه میگذارم، یعنی دارم بر این اساس شکل میدم، آیا درستی دارم میکنم؟ چون خیلی کار میکنی دارم. بنابراین یه اضطراب دائمی، یه رنج دائمی بودی در این حضیم در این راه نامحتمل بودی داره که حضیم جذابی شما میتنید و این باید به شور بیشتر میدونه، به شور مندی میدونه. هر چی فرد حاضر باشه که در راه یه عقیده نامحتمل حضیمه بیشتری پردازه روی از خود شور بیشتری میشونه. پس در واقع کسی خود داره با این حرف رو میدونه افزایش احتمال افزایش احتمال به کاهش ارزش و کاهش هزینه. هر چی احتمال یه سطح یه احتمالی بالاتر باشه ارزشش کمتره و فرد هزینه کمتری رو به کمتر وارد کرده و به این نتیجه در واقع از خود شورمندی کمتر میشه. این رابطه بین ما در باره تو برکنه شورمندی و اینجا هر چی احتمال بالا میاد ارزش هزینه خاطر در شما میاد، اما هر چی احتمال پایین میاد درست برعکس میشه. ولی شما دارید یه کار پر ارزش میکنید و دارید تریک جواب میدن و این کار ارزش شورمندی رو به شما ارزش واقع شما بعد خیلی به هم برید خیلی به هم برید شاید تفاوت‌های مختصری با هم دیگه داریم. اینکه شما وقتی که خطر یعنی در واقع ما دو تا مفهوم نزدیک به هم داریم خطر کردن البته همیشه به معنای بها پرداختن، اما خطر کردن و پرداخت هزینه یه مفهوم نیستن، دو تا مفهوم در واقع با دو تا استدلال نزدیک به هم داره که توی معنا رو مختلف کنه. بله، در واقع خطر کردن یعنی آمادگی برای پرداخت هزینه، اما آمادگی برای پرداخت هزینه رو پرداخت هزینه فرق می‌کنه. درسته؟ اینا دو تا فرق می‌کنه. ولی خیلی به هم نزدیک کاملا با هم می‌مونه.
ببینید در این استدلال کتگور یه نکته مهمی خواهیده که ما وقتی که به عقل صوتی خودمون و عقل روزمره خودمون هم مراجعه میکنیم این به صرف اون نکته به نظرم استدلال اون نکته اینه که هر چیزی که سختتر به دست بیاد ارزشمندتر درسته توی استدلال هم میخواهیده هر چیزی که سختتر به دست بیاد ارزشمندتر من یک دو مثال بزنم دارید مثلا فرض کنید ثروت و موقعیت اجتماعی ما تو زندگی روزمره خودمون میبینیم که افراد از مسیرهای مختلفی به ثروت یا به موقعیت اجتماعی گاهی اوقات هست که ثروت یا موقعیت اجتماعی محصول تلاش شخصی فرده درسته گاهی اوقات هست که ثروت و موقعیت اجتماعی محصول یه وضعیت طراحی نشده یه تصادفی در واقع آنیه این مثلا فرض کنید یه کسی که فرزند یه فرد ثروتمنده یه کسی که فرزند یه فرد مشهوره ممکنه که بدون اینکه خودش شایسته کامل لازم داشته باشه به ثروت و شهرت دست بیاره یا مثلا فرض کنید کسانی که در یه موقعیت اجتماعی خاص یه دفعه تر با انجام یه کارهایی که بدون برنامه ریزی های دراز مدت به ثروت دست بیاره مثلا فرض در دوران سازندگی آقای هاشمی این اتفاق زیاد افتاده یه فضای اجتماعی اقتصادی سیاسی فراهم شد که کسایی که یه جورایی بودن در عرض مثلا یه سال به ثروت‌های کلان بادآورده دست پیدا کردن در عرض یه سال به ثروت با یکی دو تا قرارداد و اینا و یکی دو تا ران شدیوار به ثروت دست پیدا کردن و موقعیت اجتماعی خب ثروتی که از یه مسیر پرپیچ و خم طولانی به دست آمده باشه هر جور که صاحب اون ثروت باشه یا صاحب اون موقعیت اجتماعی باشه واجب یه ظرفیت ها و قابلیت هایی میکنه که او رو شایسته موقعیت که بهش دست پیدا کرده میکنه یعنی در ضرب المثل ها به نظرم سرشار از یعنی در واقع حکمت انباشته شده یه تاریخی هستن چرا میگم که باز آوردن رو باز میبره یعنی چی؟ در به نظر منش همین منش اینه که یه چیزی رو به دست آورده بدون اینکه ظرفیت های لازم برای نگه داشتن اون چیز رو داشته باشه چون باز برشون چون خودش کسبش نکرده چیزی که بالا اومده باشه باز با خودش می‌بره این فرد شایستگی نگه داشتن اون موقعیت رو نداره ثروتی که همینطور قلمبه در اختیار فرد باشه همینطور قلمبه هم خرج میشه و فرد به نحو نامناسب اون ثروت رو و اون موقعیت رو برباد میره مثلا یه تعبیر دیگه که ما در زندگی اجتماعی میبرم داریم تازه به دوران رسیدگی این تعبیر چه موقعی به کار میره دقیقا در همین که بگم موقعیت فردی که غیر اصلیه در موقعیتی درش قرار میگیره یعنی شایستگی اون ثروت احترام و موقعیت اجتماعی که در شرایط گرفته نداره تازه به دوران رسیده با این اتفاقاتی که دفعه در یه موقع تازه که شایستگیش نداره آدم تازه به دوران رسیده آدم مضحکیه آدم برجسته اصیل و قابل اعتنا و قابل احترامی نیست مثلا تازه به دوران رسیده تعبیر تحقیقامی که در مورد افراد کانون رسیده یعنی فلانی پول داره شهرت داره ولی آدم تازه به دوران رسیده یعنی مسیر لازم رو برای قرار گرفتن در این موقعیت پیدا کرده به تجربه‌های با سیاسی همین سالهای اخیر رو مراجعه بکنیم کسایی که توی یه شرایط بحرانی سیاسی با یه ظرفیت های مختصر که از خودشون میتونه به یه شهرت های دست پیدا کردن اینا به سرعت میتونه این شهرت سیاسیشون به مرور زمان دور بشه و به هوا بره در این مورد ولی کسی که شهرتش رو یا موقعیت اجتماعیش رو با یه مسیر از یه طریق یه مسیر طولانی خودش رو هم به دست میاره به این راحتی هم از دست نمیده چون یه چیزی رو به دست آورده که محدود ویژگی های شخصی خودش بیش از اینکه محدود شرایطی باشه که دوربر رو گرفته شرایطی میتونه عوض بشه و یه موقع در اختیار او قرار نده بنابراین ثروتی که از راه پرپیچ و خم و سخت و زیاد به دست آمده باشه ارزشمندتر از ثروتی که همینطوری باز آورده و اینطوری یه فرد قرار میگیره هرچند ممکن ارزش اقتصادی این بوده یکی باشه این دو نفر ممکن فرد میتونن دویست میتونن پول داشته باشن اما کسی که با رنج و در طی مسیر طولانی این ثروت دست پیدا کرده در موقعیت ارزشمندتری قرار گرفته با همین دنیا نسبت به کسی که یه شبه این چیز یه رابطه ایش کرده حالا خوشبختانه علم از اون جاهایی که ندارن یعنی که راه علم نیونبور هست به راه ثروت نیونبور داریم شما ممکنه از یه مدرد کچه هایی رفته یه جایی بسید که توی مسیح شدن نیونبور یه هم میشه یعنی از راه کتابتر از راه نمیده به ثروت میشه از راه نیونبور به شهرت هم هست ولی به علم نمیشه چون علم یه چیزی که کاملا مال خود شخصه این کاملا باید ظرفیت و قابلیت در شخص پرورش بده باشه
پس توی علم تازه می دارن از دیگه نده علم باز آوردن داره این ها از این کارهای روزمره که مثلا برکنی من از یه کچکی یه بشقاب کلو بخورم یه نسی بشقاب کلو بخورم یه هزینه که دارم پرداشت
در این مدل در اون مرزا که شما دارن دار نداره پس حضینه یذاب حضینه یذاب که این حضینه های مرزی بزنید خود جون آدم این فقط حالا که نجده که فقط من دیگه مهمتری جانه مهمتری چند دیگه این ها جانه که مرزی ترین قمار این ها قطعا بیشترین حضینه که شما میتونید به مرزی چیه؟ در این بنابراین مؤمن ترین فرد اون کسی که بیشترین حضینه رو فرد یعنی زنده شده یعنی شهید تو این منطقه مؤمن ترین فرد این منطقه
حتی توضیحاتی که داره اینجا همین است. چرا نمیتونه کنار بیاد؟ یکی از دارش همین است. اینجا هرچی همین نامحتملتر باشه، عقیده خطیرتر باشه، احتمال سکتش کمتر باشه، طبیعی که من دارم هزینه بیشتری بابتش میپردم. اما همین هزینه بیشتر بابتش پرداختن من در یه موقعیت وجودی مؤمنانه پرشور قرار میده که برای من ارزش بشه، ارزش من اینجا دیگه انتخاب نهایی داری بزنید. شما ممکنه بگید که من اصلا هم چی کنید رو میخوام، تو داری میگید که استدلالها خلاف انتخاب منه و من درخ میگید که من خلاف انتخاب منه، من به انتخاب پایدن میمونم. من میتونم که مطمئن چرا داری پایدن میتونم که برای ایمانه مؤمنانه یا ایمان پرشور عاشقانه بیشترین ارزشه و ایمان پرشور عاشقانه در برابر نامحتمل هست. میگید من اصلا دنبال ایمان پرشور عاشقانه نیستم، من دنبال حقیقت هستم. ولی این استدلال من نشون میده که تو این اعتقادی که داری میگی از چه اعتقاد دینی حقیقت وجود نداره، انتخاب دیگه. طرف دیگه اون چیزی که برای من در زندگی مهمه پشنه، شورمندیه، لاوه، بزنگه در خدای مسیحیت گاراه لاوه دیگه، خدای عشق عشق در اون بود از کنی برد در سفر بود داریم که برای من ارزش اساسی در زندگی عشق هم دیگه میتونه دیگه بود برای ما همین دوره آخران منحضر به این نیست به نظر برای من خودم همین که آدم ها در زندگی روزمرهشون عاشق میشن و در پای عشقشون خیلی هزینه ها میپردازن. اینطور نیست، یعنی شما وقتی که به یه فرد که عاشقه عشق زمینی ها عشق زمینی داره شروع کنید به استدلال کردن، هیچ وقت شده کسی رو بشه با استدلال از عشقش منصرف کرد؟ اون فرد باید نسبت به معشوق خودش ترک بشه و عشقش ترک کرده. اینکه بگی مثلا بابا این که تو انتخابش کردی زشته، تاثیرات خوبی نداره، خانواده خوبی نداره، هیچ کدوم از اینکه اگه فرد عاشق شده باشه یه موقع فرد میخواد ازدواج بکنه میشینه حساب کتاب بکنه، یک دو سه چهار شما حساب کتابش بتونه به هم بریزه ازدواج بکنه. ولی یه موقع یکی عاشق میشه، یعنی لیلی به رغم اینکه از چشم دیگران زشت بوده برای مجنون زیباترین موجود این عالم میشه، عشق عاشق میشه. اینجا دیگه استدلال نیست که کار میکنه، اینجا عشقه که داره کار میکنه. و وقتی که عشق داره کار میکنه استدلال، وقتی که فرد میتونه دو جور به ازدواج پس مثلا پدیده ازدواج یا پدیده گزینش فرد که معشوق بشه محبوب بشه نگاه میکنه، انتخاب مبتنی بر محاسبه، انتخاب مبتنی بر شور احساس هست. طرف این اونش که در زندگی مشترک کنونده این شوره، شور حاله. ما که نمیخواد چیزی بکنیم که شرکت داره بزنیم که بیان ببینیم طرف مثلا میزانه کوشش چقدر میزانه، خود اینا میگرد میگرد مثل این فرد فقط میخواد که ازدواج بکنه بره مثلا ملکه زیبایی رو میخواد، معمولا این اتفاق نمیفته دیگه. افراد نمیرن با ملکه زیبایی رو میخواد، با کسی که چشون میگرد از این بهش شروع پشن پیدا میکنن ازدواج میکنن. این یه نگاه نسبت به زمانی ازدواجه، نگاهی که احساسات رو رکن اصلی ازدواج میکنه، رکن اصلی تنظیم مناسبات با جنس مقابل یا با دوست هستا. ولی جایی دیگه محاسبه است. من خواهم بگم که این در واقع یه انتخاب نهایی که خود نیست که برای من ارزش اساسی در زندگی شور مؤمنانه و عاشقانه. شور مؤمنانه و عاشقانه کجا تولد پیدا می‌کنه؟ جایی که ما با امر نامحتمل، امر پرخطر، امر پرهزینه باشیم. طرف می‌گه که طرف مقابل می‌گه که من وقتی که درک از خود بشه من می‌ذارم این اتفاق نمی‌تونه درست باشه، من نمی‌رسم نمی‌رسم سراغ اون اتفاق. بلکه خود یه اتفاقا من می‌رسم سراغ همون. در گفتشان که اصلا بشه اینجوری بیان بکنیم بیشترش این دو نوع نگاه به زندگی، یعنی از دو مسیر رفتن که اون وقتی شما نمیتونید برای خود این دو مسیر استدلال بکنید شور ببرید در اون فرمان یکی میگه من همه کسی میخوام، یکی میگه من شور رو بسا تو عشق میخوام. دیگه حالا شما دیگه بگید این انتخاب کرد با استدلال نمیتونید بهش بگید که من خواهد اون انتخاب شکرد و به اونی که استدلال انتخاب کرده نمیتونی بگی به شروع عشق و اینا رو بخواه، اونم با شروع عشق و اینا بهش مترسه، چون اصلا یه انتخاب دیگه کرده. دو تا مسیر اون تا هر کنی که باید به منطق مسیر خودشون پای برده این رو دو تا انتخاب نهایت رو انتخاب البته اون برشی که رادیکالی البته ممکنه که شما بگید تو کنید جا به جایی بسیدن این جا به جایی هم رخ میده شما که وقتی عشق سر میشه پای استدلال میده این جرا وقتی آشان هم دیگه بودن وقتی احساساتشون خودشون میتونم به ارزیابی هم دیدن، یعنی از من این نسبت طرف رو ندیده بودن، من این ویژگیشو از من به موقع ندیده بودن، یه چیزهایی رو میبینن که قبلا ندیده بودن ولی منطق مناسباتشون رو عوض میکنن، منطق مناسباتشون رو اقتصادی میکنن، منطق مناسباتشون رو کاملا اقتصادی از این طرف هم میکنن. این کاملا ممکن دو نفر بنا به مناسبات عقلانی با هم در وجوده باشن عاشق هم بشن، مناسباتشون مبتنی بر شعور و عاطفه و احساسات میشه و منطقشون آیم جا به جایی ممکنه، اما تو هر کدوم از این منطقها
وقتی که آرش بردید پرشوره شما با استدلال نیستید، وقتی فردیم یک پاچه استدلال مرده شما نیستید با بحث در باید شروع با نشوندازه شروع دیگران خانه شد. ولی خب توی هر دوم از این دو منطقه تا فامیلت جا شده به این دو منطقه هم جورایی میشه یه مناسبات به اینش برقرار کرده که تو باید که از شور دفاع میکنه ولی دفاع شهرانه نه استدلال میکنه که دلیل تغییر دلیل تغییر دلیل شور داره. اینجا ما باش استدلال احلا میکنه، ممکنه اون به استدلالای ما گردن نداره ها ولی به همون داره دلیل میاره، اونجا که دلیل میاره ما باهاش مهاجم میکنه. ولی اگه ما دلیل ما قانعش نکنه و اون زندگی خودش رو کار یا اون اگه ببینه که ما تنده شور و عشق و ایمان نمیدیم کاری با ما نمیدیم، یعنی که کاری نمیشه که کاری نمیشه کرد. ولی وقتی که اون زندگی مؤمنانه رو تبلیغ میکنه و در تبلیغ زندگی مؤمنانه استدلال میکنه ما با استدلالش بخواهد ما جیر نمیدن جواب بدم به سوال شما بسر من کنم بگه نمیدیر هست تکیه ببینیم. مثلا این دفعه که من گفتم به شما داره میگه که شما بهش میگه که این دلائل این اعتقاد تو نامحتمله، این دلائل من دارم علیهش، اون داره شما میگه که اشکالی نداره اتفاقا این مکتوب من شما بهش میگه چرا، میگه برای این که هر چی از نامحتمل تر باشه خطر تر و بعد همین توضیحات رو برای شما و هر چی پرخطر تر باشه ارزشمند تر و هر چی ارزشمند تر باشه نیازمند به شروع بیشتر شروع بیشتری میآفرینه و شروع بیشتری نیازمنده و من از این مسیر نامحتمل پرخطر پرهزینه پرشور میخوام عبور کنم. شما میتونید در هر دوم از فقرات استدلالش استدلال بکنید، یعنی بگید که لزوما بین نامحتمل بودن و پرخطر بودن رابطه وجود نداره، بین نامحتمل برای همین در مرتبه شما در اون سرچشمه نهایی نمیتونید استدلال بکنید، یعنی اونجایی که فرد میگه من شور و عشق رو ارزشمندترین جنبه زندگی میدونم اینجا بگه یه گزینش یه ترتیب اینجا دیگه استدلال در کار نیست. منتها بعد که میخواد مثلا راه های رسیدن به شور و عشق رو به شما عرضه بکنه ممکن اونجا استدلال کنید، اما که استدلال داره استدلال شما اونجا شما میتونید بگید که من با استدلال رو بازم در اون دوراهی که بعد از یه مسیر دیگه رفته اون دوراهی استدلال نیست، ولی بعد از این گزینش دورت گیره شما میتونید در جزئیاتش کما اینکه که دور استدلال کرده شما استدلالش در خواهد کرده خودش باید سازه دیگه قایتش خودشه قایتش این دیگه جونش هم داره نهایت حضیه که بسیار فرداده قایتش این نیست باید مقدر خب حالا اول انتخاب باید 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 مثل مرتبه میتونید که آخر بسرد نیست که برای سیون مسیر باز شده از در جا این فعالت داری که شدید میشه مسیر سخت این کار بزرگی کرده نکن موضوع نیست نهایت بخش منزی رو میدارد که برای نباشه روحش به تحولات معنوی و اخلاقی خود که دامه بده بنای معنوی بده کنده حیات برد اگه این فعالت داری که جان این رو از دست میده به در همون اصطدای بنویسان در فعالت داری که جان رو از دست بده در واقع دارش در عدد شده اما اگر این دون طرف هر چیز را داریم ما داریم اونی دیگه که بروی ممکن نداریم ما چون داریم سکلتون خلصه پیزی نکیده به این بحث خلصه پیزی کنیم وقتی این دلیل میرمون دلیل که نارم میکنیم
همون مثل در مقام زندگی عملی بعد یه منطقه دیگری هم بسیدن من که سوال بکنم دوستان خواستون رو برمیدن بله استدلالی کرده یعنی مستقر کسی که معنی آکادمیک رسمی کلمه نبیده یعنی مثلا فرض کنید البته کسی کتاب های فلسفه اگه معیارهای اینجوری بخوایم بفروش کتاب های فلسفه اسم کرکگور هست مکتب اگزیستانسیالی که کرکگور میشه برش یه مکتب فلسفی نه بسیار خود داره دلیل میاره اما من چیز خیلی آن ارتودکس رو در تاریخ فلسفه خیلی من خواهی بگیم الان من بحث کرکگور نمیدونم اما بحث بکنم اعتقادات خیلی نامه کنند
اون وقت برای باور آوردن به اونا به نظر تصور باید اراده دارد. این باید جهت کنم باید. از یه کار اراده در زندگی دیگی که شما رو به باورهای اساسی دید به اتفاقا بسیار هم نامحتمل هستن معتقد بکنید. کار دوم در واقع در مرحله اعتقاد و باور در مرحله عمل، یعنی در واقع اراده موجب میشه که شما عمل دینی هم بکنید، یعنی از خوشی ها و کامروایی های متناهی زندگی برای نمیدیه خوشی و سعادت عربی نامتناهی در واقع تشکیشی بکنید. این هم این کاری که باید اراده بکنید برای انجام. پس اراده هم در مقام اعتقاد ما بردن نفس ما میکنه، هم در مقام عمل کردن. دلوقتی خوشبود و خوابر زمانی ممکنی که زمانی امکان پردید که شما در واقع با خودت از مرادر اون که سراغ اون اعتقاد دمده وقتی اعتقاد تکیزی وقتی اعتقاد مستقید به قرار و شرازه اون اعتقاد دیگه نیازمند شده و دیگه نیازمند شور. ولی وقتی که اعتقادی که نیازمند محتماله ما لازم است اراده رو در این در باور آمدن به خود انتخاب و در این مسیح در واقع بعد از کسی شروع دارد که تو هم با اراده نمیشه. اون طرف اینجا از کسی در واقع دو سوال کنید. یه سوال مربوط به در واقع در حدود فلسفه انتقادات فلسفه باور هاست فلسفه یا فیلی که یکیش مربوط به حدود اخلاق باور یا فکر Thank you.
توی تحصیل قرار کافی داشت که به تحصیل کنید. نه اراده کنید که باورد کنید. که باورد کنید. بنابراین در اینجا هم به طور خلاصه منتقدین در واقع دو تا نرس دارن. و این نرساس منوطه به این مرسده این دو کنید. یه نکته تو گذرگاه میدیدم که تحصیل خوبی دیگری از منتقدین کردن این که دیدن به نظر این در واقع پرسنبورد بین قبول بدلی کتابت و تحصیل عملی کتابت خلق کرد. ما وقت به نظرم این اعتقاد کنید از این اعتقاد لوازم عملی دارید برای این لوازم عملی شما باید اراده ببرید. مثلا فرض اگر کسی متقید که خدا وجود داره سبب این نکته بیدی که قرار ایش میده به سعافت اولی که خدا برنشی من داده باید مثلا فرانکارا رو باید زمانی کنم به جوری دیدن بکنم فرانکارا نکنم فرانکارا کنم برای ایش ها رو به اون سعافت اولی که من اینجا برای این تحقیق عملی به نتایج این باقر هم باید اراده رو اتفاق کنم اراده نقش مهمی در عمل ایشان اما این معنی که اراده نقش مهمی هم در باور یعنی شما در مقام مثال این هم مقاضی که از مطابه میزدید اگه بسن هست کنید شما به یه حضر سیاسی ندید به یه حضر سیاسی علاقه من و به برنامه های فایدن شما ممکنه که به رفت مخالفتی که دیگران رو شما دارن تماسا به برنامه های حضر فایدن دارید و فایدن نیشون به این برنامه های در تعمالی که شما در واقع اعتقاد راسخ نیست. اما باید این رو شما اعتقاد راسخ به اون برنامه ها این اعتقاد راسخ نشنگی و این مقدم هایی و بعد در مقام عمل پایدن کنید به برنامه هایی دارید. حالا اگر این بسید اومد به شما شده که برنامه های سیاسی اونیه به نتایج بسیار ناگوار یا اصلا نمیشه برنامه ها رو عملی کنم. حالا اگر تشکید که من باز هم برم میکرده بود که شما اراده کردم که این برنامه ها پایدن اسم این کاری شما توی یه طرف ستایش نمیده یه رجاعت بودگانی این معنی میشه به نشون بده پایدنگی این برنامه ها رو مستید اما طرف این که من جواب من اراده کردن این برنامه ها پایدن بنابراین مشکلی که تحقیل کنن تحقیل نظری به یه اعتقاد که تحقیل عملی رو مستقاطنه هست و اون خیلی اراده در آمیتانه در روزی عملی و پایدنگی به لبانی عملی برای این خلاصه اقتصادات این که پرتبور در مقام کلی رنگ خودش اقامه میکنه و مطمئن ماجرایی رادیکالی که تنظیم کنه و انتقادهایی که منتقدی نسبت به پرتبور دارم بحث بعد این راجعه دیشنشتایی من خیلی سعی کنم خلاصه رو مقرد یک دسته به بردی که کنم شما هم سوان من را جاید کنم بحث دیشنشتر شد در واقع من اول در یه اول من به صورت خلاصه در یه نمره موضوع دیگرستان روشن بکنم و تفاوتی با موضوع دیگرستان رو سر یکن تفصیل سر دیگرستان رو مرد کنم در این در واقع داره ما میگه که گفتمان دیگر یعنی گلت منطق خودش داره گفتمان این منطق خودش داره این دو تا بازی زبانی مختلف هست امکان هر یا به یه بازی زبانی با منطق حاکم بر بازی زبانی بنابراین از این حیث که میگه که ما در واقع نمیتونیم دینی رو با علم با عقل علمی مثلا برده تردیش قرار بدیم از این در ایمان را زندگی دینی و ایمان دینی و حیات دینی رو در معرض داوری های عقلانی از جمله داوری های عقلانی نمیتونیم. اما در این مثل اینگوار هم نمیتونن که سیدیت این با الان صحبت بکنه چون سیدیت هم با خودی دوی نسبته که به این دو بازی باید برقرار بشه بلکه اینگوار داره که این سه بازی کاملا مختلفه دو تا گفتمان این سه بازی کاملا مختلفه بنابراین همون که سیدیت نمیتون در باید که ایدوهای دوی نسبت به سیدیت هم درسته در باید از اینجا بسی تمامی دوی باید که سیدیت هم با که ایگوار در مونه از بیدن دیگرستان که بودیشان مستنده هست این مستنده به تحصیل خوشیشه که تماسه رو همین اصلا هم دارد که همین مستنده این آمد دو فرسر خیلی آقای مهمه داری 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 م
ولی به جز دیاری که توجه شما تا دیگه دوتا اصلا خیلی مهمه که برای در یه روی فرشتی کامی از این 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 کامی بیشتر اصلا هم که مطلبین رو چهار میشن بودن از یک چیزی خیلی مطلبه کردیم اون بودن یک در عمر سیزار فلسفی شده محبت که دو داشتان فلسفی نمازی شده و این دو داشتان فلسفی کاملا زده هم کردیم اون با هم اختلاف های بنیادی معمولا ما در این هر دیگه نظام میتردن و این نظام میبرن شده جایی و اون برگشتن من بر دیگران هم برگشتن و دیگران تحصیل باقر بوده که یک نظام فکری برای خود کرده هم دوتا نظام فکری برای کرده هم دوتا نظام فکری متباید هست هم هر دوتا نظام فکری هم دوتا مهم و از این جهت خیلی که فکر منحصر هر جا هست هم خود یه نفر موفق که در دیگه خودش رو کاملا جا بیاده کنه و علیه که خودش بیاده کنه یه اقلام خیلی بزرگه حالا که میفرد اینقدر بردیسه که موفق بشه نحس های بر مهمی از مفکران رو هم دنبال کنید هم در بیاده هم دوباره که در این دو دوره به رقم تفاوتهای فکری فلسفی دیگه با هم مرد وجود اشتراک هم وجود داره یکی از وجود اشتراک دو دوره فکری فلسفی دیگه در هر دو دوره زبان مشترک تعامل فلسفی در واقع زبان مشترک تعامل برای تعامل فلسفی در هر دو دوره هم فکری داریم ولی در مورد اینکه هم زبان به عنوان قانون زندگی و تجربه آدم ها در هر دو دوره محور تعامل فلسفی دیگه در بیبرد مشترک دوم این دو دوره فلسفی اینه ویتگنشتاین در صدد پیدا کردن مرزهای خاطر یافتن زبان معنادار یعنی میخواد مشخص کن کجا زبان معنادار خاطر میشه ما یه زبانی داریم یه مدین از واژگان و جملات و عبارات رو شده یک جایی هست که اینا معنا رو وارد ما میکنن ممکن که از یه جای زبان خیلی معنا بشه اون جا کجا در هر دو دوره خیلی از قواعد مهم مشهوریشه همه که البته وقتی نگاه که این دقدقه بده پاسخ مختلف در در دوره اول فلسفی ایده هستی ویتگنشتاین بود که تحت عنوان نظریه هستی ویتگنشتاین از اشیا فیچر تیوری زبان تصویر جهان مهمترین نیروی که اینجا مطرح شد توی همطور که وقتی که فقط میشه که این میز الان یه هشت و اون هشت رو نشونه ما بده هر جزی که در هشت هست یه مورد رو در جهان خارج میشه یه نیست که هشت هست یه نیست جهان خارج یه دو تا دسته پشت رو هشت هست دو تا دسته پشت رو هشت هست نه فقط تجار موجود در اون هشت مورد رو در جهان خارج هست نه اون هشت ها یه مورد رو در جهان خارج هست این اون زخص بزرگانی نسبت فوقیت کنیم یعنی زخص روی این کنیم چی هست توی یعنی خواهی در خواهی یا اون زخص بزرگانی رو بیشتر کنیم بنابراین که مجموعی از اجزا و عناصر داریم جوره مجموعی از نسبت ها اون اجزا و عناصر یک به یک در اون تصویر ما به اجزا و عناصر نسبت ها یک به یک ما به ایزا در جهان خواهی کنیم یک نشان که زبان هست زبان مثل عکس که از جهان تصویر میده تصویر جهان رو در خودش جهان یک تاکتی داره تاکت رو به زبان ما هم تحصیل و زبان ما میشه عکس جهان زبان ما میشه تصویر جهان و ببینید یک جهان داری که یه زبان دو جهان یک تاکتی داره که این تاکت رو به زبان تحصیل می کنه و نتیجه نهایی که ما از طریق مطالعه زبان و فرگیش که در تاکت و مناسر و فرمان فرمان زبان میتونیم به تاکت جهان داره این یکی مرکزی دوره اول در واقع فکر فلسفی به این ترتیب در واقع به ازای هر جمله با معنا یه وضعیت ممکن در جهان خارج وجود داره هر وضعیت صادق یه وضعیت بهتر هر جمله هر جمله صادق یه وضعیت بهتر در جهان وجود داره اینا من بگم به ازای هر جمله با معنا این وضعیت ممکن در زمان خارج
مثل مثال بزنید مثلا یه شخصیت رو اصولی درش در اون مثال بکنید جمله رو کار میکنید یه جمله بسازید که در چه شخصیت رو اصولی کنید به واقعیت نداره مثلا یه مثلا مثلا زبوز پادرخش رو ببینید این جمله معنی داری این یه وضعیت ممکن به ازایش بیده یعنی ممکن خدای دیگه بسنش که نام زبوز و چیزی به نام آدرخش رو این جمعه با معنی ها به یه نظر ممکن بسید اما وقتی شما دیدید که مثلا سید محمد خاتمی در ایش کنید این جمعه با معنی ها و ساده وقتی وضعیت بشید بنابراین ما در روز زبان داریم این دو زبانه این دو زبان زبان پر از نمرات منمادار این زبان از نمرات منمادار داریم این جملات معنادار که دلشون ساده این جملات ساده ماهنگاش جهان واقعی به که جهان بگیره اما این جملات معناداری هم داریم که خیلی ساده نداریم اینها از جهانهای ممکن هستند پس در واقع در جهان رو داریم و زبان زبان تصویر جهان با مطالعه زبان این جهان در دوری دو بون در واقع نداری تصویر معنا یعنی پیچه سریادی می داریم که به تصور ابزاری از معنا یا به دلی توی کار کانسپشن ها یعنی در واقع یک واژه ها تصویر مابعضاهای خودشون در جهان خالی می شنن واژه ها ابزار تصویر نمایش می ده. درست به یه چیزی رو پرزنته میکنه اما ابزار به کار گرفته واژه ها هم بیش از اینکه نمایشگر چیزی در بیرون خودشون باشن کار کردن و معنای هر واژه در دوره اول مابعضار خارج شد دیگه یعنی مدلول هر واژه میشه معنا مابعضار معنای چیه نشان میکنه در دوره دوم معنای واژه ها از نظر نشان کاربرد داره شما وقتی که میخواییم معنای واژه بازی رو بفهمیم باید ببینیم که واژه بازی رو آدم ها در زبان روزمره چیزی به کار میگن زبان واژه بازی چیزی به کار میگن خب برای اینکه ما در واقع تصور درستی از زبان پیدا کنیم باید ببینیم به کاربردها و کارکردهای زبان برسیم در دوره اول ساخت جهان بود ساخت زبان ساخت زبان ولی در دوره دوم در واقع ساخت زبان ماست که جهان ما شکل یعنی فعلا داره همه چی برعکس میشه در دوره دوم گفته میشه که همه تجربه ها و ادراکات و مواجهه های ما با جهان این به همه انکار واقعیت نیست یعنی لزوما منظر انشان موضع آنتیارکی داره گفته میشه که ساخت زبان ما نوع زبان ما مفهوم بندی زبان ما که در واقع به جهان ما سامان میده و در دوره اول فلسفه زبان معنادار فقط زبان ناظر به واقع این زبان حکیمان این زبان که راجع به واقعیت خاص صحبت میکنه زبان معنادار ولی در دوره دوم زبان ناظر به واقع یا زبان حکیمان فقط یکی از انواع بازیهای زبانی ها تعبیر میشه این تعبیر خیلی مهمی که در واقع میشنشتان به واقع میشنشتان زبان رو به بازی تشکیل و وجود شباهت خیلی مهم و متأثر بین زبان و بازی چطوری؟ ببینیم بازی اولا یک فعالیت هست درسته هر بازی یک اقدام یک کنش زبان هست یک کار گرفتن زبان هم یک فعالیت بازی فعالیت بشری زبان هم یک مسئله بشری بازی معمولا یک فعالیت جمعی یعنی عموم بازی ها نه همچی بازی ها طرفه این داره زبان هم هست زبان هم یک فعالیت جمعی یعنی ما زبان خصوصی نداریم نمیشه نفر داشته کنه و خود زبان نداریم زبان در بازی داره به یه آدم ها در نامه متوجه میشه بازی یه قواعدی برش حاضمه زبان هستن و بازی ها انواع دارن و هر کدوم منطق خاص خودشون دارن زبان هستن زبان ها متنوعن و انواع مختلف دارن و قواعد خاص خودشون دارن پس زبان مثل بازی فعالیت انسانی اجتماعی فایدمند پرتلفظ زبان از این جهت کاملا قابل تشبیه این بین شرکت در بازی و استعمال یک واژه شباهت های زیادی در هر دو مورد شما در واقع یه عمل اجتماعی واحد من و بسیار متقدر را استفاده شد یه نکته مهم که به
من از این ندارم از این ندارم.